ساله، گروه طالبان زیر تمدن فرهنگ است. به سخن برای حل مشکل باور ندارند. باید لگدمال شوند. معاون دبیرکل سازمان ملل، افغانستان بار دیگر به کانون گسترش تروریسم تبدیل شده است. تحول خطرناک رقم خورد. مشروع خبرها، معاون نخست رئیس جمهور گریزی پیشین افغانستان در واکنش به سخنان نماینده سازمان ملل درباره افغانستان نوشت: گروه طالبان یک گروه بی فرهنگ و تمدن است و این گروه به سخن گفتن و گفتگو باور ندارد، باید لگدمال شود. با گزارش اسپوتنیک، امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور گریزی پیشین افغانستان در واکنش به سخنان نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان در برگه رخنامه‌اش نوشت: روزا اوتنبایوا در نشست اختصاصی امروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک طالبان را متعصب، جاهل، نافهم از اصول بشری دانست و گفت که این چنین یک منظومه عجیب و ضد زن قابل شناسایی نیست. او در ادامه نوشته است: روزا اوتنبایوا زیاد تلاش کرده است که از الفاظ دیپلماتیک کار بگیرد، ولی طالب را نمیتوان در قالب الفاظ نرم تعریف کرد. این گزارش با آن که پرده از بخش از جنایات و نیات بد طالبان بر می دارد، ولی به هیچ صورت انعکاس دهنده وضعیت واقعی افغانستان نیست. او همچنان افزوده است که گروه طالبان به گفتگو باور ندارد و باید این گروه لگدمال شود. ملل متحد باید دست از سیاست عذر و تضرع بردارد و خودش را از ساحه خاکستری بیرون سازد. عادی سازی طالب ناممکن است. این گروه زیر تمدن و فرهنگ به حرف و تکلم برای حل باور ندارد، باید لگدمال شوند. یادآوری میکنیم که روزا اوتنبایوا در نشست اختصاصی که در پیوند به آشفتگی افغانستان در مقر سازمان ملل برگزار شد گفت: ترکیب دولت طالبان مردانه است و تقریبا به صورت انحصاری از پایگاه سیاسی طالبان و از قوم پشتو برخواسته و رژیم طالبان خودکامه و منزوی است. معاون دبیرکل سازمان ملل، افغانستان بار دیگر به کانون گسترش تروریسم تبدیل شده است. معاون دبیرکل سازمان ملل درباره آشفتگی افغانستان گفت: افغانستان بار دیگر به کانون گسترش تروریسم تبدیل شده است. ولادیمیر ورونکوف، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در کنفرانسی که از سوی نمایندگی‌های دائمی روسیه و چین به منظور اجرای کنوانسیون سازمان همکاری شانگهای برای مبارزه با افراط‌گرایی برگزار شد گفت: افغانستان بار دیگر در حال تبدیل شدن به کانون گسترش تروریسم است. اورونکوف گفت: برگزارین رویداد به ویژه با توجه به یافته‌های مندرج در 14مین گزارش گروه تحلیلی پیشبینی و نظارت بر تحریم‌ها در برابر گروه طالبان بسیار به موقع است. حزب جمعیت درباره پیامدهای خطرناک جابجایی‌های اجباری قومی در شمال افغانستان هشدار داد. حزب جمعیت اسلامی افغانستان روز چهارشنبه در اعلامیه گفت که دستبرد مغرضانه به ترکیب جمعیتی کشور پیامدهای خطرناک برای افغانستان و منطقه دارد. در این اعلامیه آمده است که این اقدام طالبان منازعه افغانستان را وارد مرحله تازه خواهد ساخت. حزب جمعیت از موضع وزیران خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی که خواهان توقف جابجایی‌های قومی در نقاط مختلف افغانستان شدند استقبال کرد. وزیران خارجه روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان روز سه شنبه در بیانیه مشترک تاکید کردند که خواهان احترام به حقوق اساسی اقوام افغانستان هستند. حزب جمعیت این موضع‌گیری را نشانه درک بهتر ماهیت سیاست‌ها و تفکر گروه طالبان از سوی کشورهای همسایه و منطقه دانسته است. در همین حال حزب جنبش ملی به رهبری عبدالرشید دوستم نیز روز چهارشنبه انتقال مهاجران وزیرستانی به شمال افغانستان را هجوم بیگانگان خوانده است. این حزب در اعلامیه تند نوشت که نمیگذارد گورستان شهدا، اماکن مقدس و ارزش‌های ملی افغانستان زیر پای تجاوزگران لگدمال شود. این حزب در اعلامیه خود تاکید کرده که در هماهنگی با دیگر احزاب سیاسی به دنبال راه حل سیاسی برای پایان اشغال افغانستان است. بایدن در روز جهانی پناهجویان، آمریکا از جمعیت پناهجو در جهان حمایت میکند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهجویان گفت که اشامد و استقامت میلیون ها پناهجویی که به خاطر خشونت و سرکوبگری مجبور به ترک کشورشان شده است، قدردانی کرده و از آنان حمایت میکند.
بایدن گفت که در حال حاضر نزدیک به 110 میلیون نفر در جهان مجبور به ترک کشورشان شدند که به گفته وی این شمار پناهجویان در تاریخ پیشینه نداشته است. او از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین که منجر به آواره و به ایجاد شدن میلیون ها اوکراینی شد به گونه مشخص یاد کرد و گفت که این تهاجم ظالمانه و ناموجه منجر به فرار پناهجویان به پیمانه شده است که از جنگ جهانی دوم به این سو پیشینه نداشته است. بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از آغاز تهاجم نظامی روسیه تا کنون بیش از 8.2 میلیون شهروند آن کشور به کشورهای خارجی، عمدتاً کشورهای اروپایی پناه برده و کم و بیش 6 میلیون نفر دیگر در داخل آن کشور به جا شدند. بایدن همچنان گفته است که میلیون ها نفر دیگر به شمول زنان و کودکان از افغانستان، سوریه، ونزوئلا، سومالیا و سودان جنوبی آواره و مهاجر شدند. پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان، صدها هزار شهروند این کشور به کشورهای خارجی به ویژه ایران و پاکستان پناه جستند. بایدن گفته است که ایالات متحده در سال آینده از 125 هزار پناهجو پذیرایی خواهد کرد که چنین میزان مهاجرپذیری در 3 دهه گذشته در این کشور پیشینه نداشته است. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که حکومت ایالات متحده برای اسکان مجدد به پناهجویان را در دستور کار خود دارد که ایجاد فرصت‌های شغلی و مشارکت پناهجویان در اقتصاد آمریکا شامل آن می‌باشد. او از آمریکا به عنوان بزرگترین فراهم کننده کمک‌های بشری برای پناهجویان در سرتاسر جهان یاد کرده است. با این حال به گفته بایدن رسیدگی و حراست از پناهجویان آزمون مشترک بوده و مستلزم راه حل مشترک جهانی است. او گفته است که ایالات متحده در همکاری با بانک جهانی و ملل متحد برنامه های رسیدگی به پناهجویان را در سرتاسر جهان حمایت می کند. تاریخ محاکمه ابتدایی دونالد ترامپ تعیین شد. یک قاضی فدرال در ایالت فلوریدا ایالات متحده تاریخ 14 آگوست را برای آغاز محاکمه ابتدایی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا تعیین کرد. ترامپ به اتهامات مرتبط به نگهداری غیرقانونی دهها سند محرم امنیت ملی آمریکا باید در محکمه حاضر شود. قاضی فدرال ایالات فلوریدا گفته است که تمام اقدامات پیش از محاکمه باید تا تاریخ 24 جولای تکمیل شود. دونالد ترامپ که اوایل ماه روان در پیوند به این اتهامات به محکمه در شهر میامی ایالات فلوریدا حاضر شده بود، اظهار بیگناهی کرده است. ترامپ پس از آن به محکمه در شهر میامی احضار شد که هیئت منصفه میامی او را به 37 فقره جنایی و شمول 31 فقره تخطی از قانون سوء استفاده از اسناد محرم متهم کرد. مجازات هر دو فقره تا 10 سال زندان است. در تاریخ ایالات متحده ترامپ نخستین رئیس جمهور پیشین است که به خاطر اتهامات جنایی دوبار به محکمه رفته است. تشکر که تا این دم با ما بوده. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب روزتان خوش. خداوند یار مددگار همه شما.